کشورهای غربی و در رأس ایالات متحده آمریکا 11 سال پیش از امروز به هدف از بین بردن توریسم وارد افغانستان شدند. اما آنچه که مردم افغانستان و کشورهای منطقه از مبارزه با توریسم انتظار داشتند تا حال انجام نپذیرفته است. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی در کشور نسبت به جنگ 11 ساله آمریکا علیه توریسم بی‌باور بوده و آن را دور از انتظار مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان می‌دانند. هنوز موافق نشدیم که ریشه های ناامنی و خشونت در افغانستان و منطقه ریشه کن بکنیم و یک افق روشن را پیش روی مردم افغانستان و جهان ترسیم بکنیم که در مبارزه با هراس افغانی توفیقات بسیار بزرگ داشتیم. به این لحاظ به نظر میرسه که هنوز هم مشکلات پیچیده وجود داره و او دستاورد های قابل انتظار به دست نیامده. آگاهان سیاسی میگویند در حالی که در بخش‌هایی از کشور کارهای صورت گرفته اما هنوز هم به زیربناها توجه لازم نشده است. آنان عدم تجهیز نیروهای افغان با جنگ‌افزارهای مدرن را از نمونه‌های عدم همکاری جدی آمریکا در قبال تجهیز نیروهای افغان می‌دانند. در تاریخ افغانستان هیچگاه جامعه جهانی تا این حد به افغانستان توجه نکرده بود، یا حتی می‌توانیم بگوییم که به کمتر کشوری چنین توجهی صورت گرفته بود. کاری که مربوط به حکومت بود و حکومت افغانستان باید رو انجام میداد عبارت از ساختن مثلا زیربناهای اقتصادی بسیار مهم بود برای افغانستان. در اینجا متاسفانه کارها عملی نشد و بعد از 11 سال ما میبینیم که در این بخش پیروزی نرسیدیم. فقط آنچه را که ما میبینیم از سکتور خصوصی است. اما در رابطه با مسائل نظامی، ما امروز نیروی نظامی کارآزموده و پرتوان و در عین حال مجهز به او شکلی که لازم است نداریم. برای خاطر است که ما در برابر پاکستان که هر روز سرحدات ما را به دست قرار میده ما دست بسته هستیم. با این حال معاون سخنگوی وزارت خارجه کشور پیشرفت‌های انجام شده در جریان 10 سالی حضور جامعه جهانی در افغانستان را انکار ناپذیر میداند. معاون سخنگوی وزارت خارجه در حالی که از کم توجهی برای ریشه‌کن کردن لانه‌های توریسم در آن سوی مرز انتقاد میکند، اما پیشرفت‌های انجام شده در 10 سال اخیر را قابل توجیه می‌داند. 11 سال حضور جامعه جهانی در افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، پیشرفت‌های مختلفی در حکومت افغانستان و در زندگی مردم افغانستان صورت گرفته. پیشرفت‌هایی که کتمان ناپذیر است، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان، رشد اقتصادی که در کشور ایجاد شده، بهبود همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان، مسائلی دیگر در عرصه صحت، در عرصه مخابرات، اینا مسائلی است که دستاورد مشترک افغانستان به جامعه جهانی است. این در حالی است که به باور آگاهان فقر، بیکاری و عدم تمرکز جامعه جهانی به هدفی از بین بردن پشتیوانه و منابع تمویل طالبان از موارد دانسته می شود که در 10 سال اخیر در کشور چالش زا بوده است.